درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی اون. با ادامه آموزش سیماتیک منیجر در خدمت شما هستیم. خب برنامه قبلی رو در نظر بگیرین. ما اگر مثلا اینو بیایم اس دی تعریف کنیم میشه آن دیلی، درسته؟ نوع تعریف این تایمر زمانش به صورت فرمت اس 5 تایمر نامبر و اون عدد حالا به ثانیه، دقیقه یا ساعت رو اینجا میتونیم ببینیم. خب حالا اینو میشه به یک طریق دیگه هم تعریف کرد که اگر شما توی قسمت هلف بیاین به صورت W نامبر 16 نامبر T X Y Z که T همون رزولیشن یا ثابت زمانیمون هست، X Y Z هم اون عددی هستش که ما میتونیم بهش اختصاص بدیم، 5 10 20. خب بعد این تیه خودش میتونه 4 تا حالت داشته باشه. اگر 0 باشه ثابت زمانی ما 10 میلی ثانیه، اگر 1 باشه ثابت زمانی ما 100 میلی ثانیه، 2 باشه 1 ثانیه و 3 اگر باشه، یعنی 1 باشه میشه 10 ثانیه. مثلا اگر ما اینجا بهش بدیم 10 و عددمون عدد 1 باشه میشه 10 تا 100 میلی ثانیه میشه 1 ثانیه، درسته؟ خب حالا میام این برنامه رو با این فرمت میام مینویسم. شما در نظر بگیرین لود کن به چه صورت بود، یه بار دیگه W number اینو میام اینجا پیاده سازی میکنم، لود کن به جای این اینو قرار بده، لود کن W number 16 number. حالا ثابت زمانی ما چند باشه اینجا؟ مثلا همون 100 میلی ثانیه رو در نظر بگیریم، 100 میلی ثانیه میشه 1، میخوام 10 ثانیه هم نشون بده. خب میشه باید بذارم 100 تا 100 میلی ثانیه میشه چقدر؟ میشه 10000 میلی ثانیه. 10000 میلی ثانیه، هر 1000 میلی ثانیه میشه 1 ثانیه، پس 10000 میلی ثانیه میشه 10 ثانیه. پس باید بذارم 1، اینجا تی رو باید بذارم 1، بعد بذارم چند؟ بعد بذارم 100. خب میام اینجا تی رو میذارم 1، بعدش میذارم 100. خب اینو از من قبول کرد. حالا اینو دانلود میکنیم به سخت افزار ببینیم آیا تایمر ما به صورت آن دیلی 10 ثانیه میشموره یا نه. خب میریم روی حالت آنلاین. خب مموری وردمون 2، تایمرمون 5، اینو من فعال میکنم ببین چی میشه. من اینو که فعال میکنم ببینید داره میشموره با ثابت زمانی 100 میلی ثانیه و بعد از 10 ثانیه به من خروجی داد، درسته؟ یه بار دیگه فعال میکنم با ثابت زمانی 100 میلی ثانیه داره میشموره و بعد از 10 ثانیه به من خروجی میده. حالا اگر بیام توی این حالت و ثابت زمانی رو بذارم 0 که میشه 10 میلی ثانیه، 100 تا 10 تا میشه 1000 تا میشه 1000 میلی ثانیه میشه 1 ثانیه. پس من اگر اینجا عدد رو چند بدم؟ به جای 1 عدد اول رو بدم 0 که ثابت زمانی رو بکنم 10 میلی ثانیه. خب صفر رو که میزنم، صفر رو از من میاد غیر فعال به اصطلاح دیگه نمایش داده نمیشه. پس 100 رو که بدم، پس ما عدد رو که بدیم، عدد خالی رو که بدیم سه رقمی، خودش ثابت زمانی رو میاد چقدر میگیره؟ 10 میلی ثانیه میگیره. اینو دانلود میکنم، دوباره میرم روی سیمولیشن. این بار که فعال میکنم بعد از 1 ثانیه به من خروجی میده، ببینید بعد از 1 ثانیه به من خروجی میده. این که یه کوچولو میبینید به نظر تأخیر بیشتر از اون حدی هستش که شما فکر میکنید به خاطر حالت سیمولیشنه، وگرنه همون 1 ثانیه هستش. اینجا هم ثابت زمانی شده چند؟ شده 10 میلی ثانیه. حالا اینو میخوام بکنم 15. خب اینو میذارم 15، میخوام این 15 ثانیه باشه. دوباره میام توی تنظیمات، اگر من 2 بذارم، 2 اگر بذارم
ثابت زمانی ما میشه چند؟ میشه 1 ثانیه، میشه 2 تا، اونجا میخوام 15 باشه، 2 تا 15 تا، اگر 2 بذارم درست میشه. خب میام اینجا، اینجا میگم 2 ثابت زمانی ما الان 1 ثانیه هست، میخوام چند ثانیه داشته باشم؟ 15 ثانیه. پس اینجا میذارم 15، دیگه لازم نیست 150 یا 1500 بذارم. خب اینو دانلود میکنم و میرم روی حالت سیمولیشن، استارت که میزنم این، البته این چون روی حالت در واقع ثابت زمانیش تغییر اینجا تغییر میکنه اینجوریه، وگرنه اینجا که فعال میکنی اگر اینو روی 1 ثانیه باشه همون به اصطلاح 15 ثانیه رو به شما میده، چون عرض کردم روی سیمولیشن برای اعداد کوچکتر از 100 این تغییر میکنه سیمولیشن، وگرنه ثابت زمانی ما همون 1 ثانیه هست. پس اگر بخوام ثابت زمانی من بشه 1 ثانیه، میتونم چیکار بکنم؟ میتونم بیام و اون عدد رو بیام بذارم 2. حالا اگر اینو 3 میذاشتم چی میشد؟ اگر 3 میذاشتم میشد 10 ثانیه، بعد اون وقت میشد 3 اگر میذاشتم این 15 میشد 15 ضرب در 10 ثانیه، یعنی 150 ثانیه رو اونجا میومد و به من میداد. اینم از توضیحاتی که اینجا ارائه شد. پس یه بار دیگه اینجا اگر فرمتش رو بخوایم بگیم، W اینجا W نامبر 16 نامبر TX YZ که تی ثابت زمانی عرض کردیم 1 0 1 2 و 3 میتونیم بذارین به ترتیب 10 میلی ثانیه 100 میلی ثانیه 1 ثانیه و 10 ثانیه ثابت زمانی تونه. اون سه تا حرف بعدی یعنی X Y Z هم میتونه عدد باشه که اون عدد رو وقتی که اونجا وارد میکنین این عدد میاد در این ثابت زمانی ضرب میشه و اون ماکسیموم در واقع اون مقداری که باید پشت سر گذاشته بشه زمان اون مقدار رو به شما نشون میده. حالت دوم که همون S5 تایمر نامبر اون به اصطلاح مقدار اون زمان بود که میتونیم با ساعت، دقیقه، ثانیه و میلی ثانیه بیاین اونو بیاین و پیاده سازی کنیم. این هم توضیحاتی که اینجا ارائه شد. من دیگه روی حالتهای دیگه اینو در نظر نمیگیرم دیگه، چون خودتون پس اینو من میذارم 1 که خب اگر من اینجا 1 بذارم چی میشه؟ الان شد 1 1 15 1 15، یعنی کلان شده 115. چند میشه؟ ببینید 1 100 میلی ثانیه، 15 هم که میشه 15 تا 15 تا 100 میلی ثانیه میشه 1.5 ثانیه. ببینید اینو من فعال بکنم 1.5 ثانیه بعد به من خروجی میده. اینم که گفتیم. مورد دیگه که باید بگیم که این هستش که این دیگه توی همه اون حالتها SD, SE و تایمرهای مختلفی که داشتیم به صورت حالا پالز، آن دیلی، آف دیلی، ریتنتیو آن دیلی، رو همه شون این ثابته و شما میتونید از این استفاده کنید. پس این قسمت تایمر و این قسمت پایین و خود ورودی ست تایمر تغییر نمیکنه. این قسمتی که تایمر رو لود شما میکنی هم میتونید از فرمت لود W number 16 number و XYZ میتونین استفاده بکنین، TXYZ میتونین استفاده کنین، هم از اون فرمت قبلی که من برای همه تایمرها مثال زدم، یعنی لود کن S5 تایمر number و اون مقدار به حالا دقیقه و ثانیه و میلی ثانیه و ساعتی که داریم. به این صورت شما میتونین تایمر رو تعریف بکنین. حالا با همین اطلاعاتی که تا اینجا خدمتون ارائه شد، مثل ست و ریست و تایمر و کانتر و موارد مختلف، خیلی برنامه ها و پروژه های مختلف رو میشه پیاده سازی کرد که در ادامه ما سعی میکنیم چند تا مثال جالب رو با نرم افزار سیماتیک منیجر و زبان STL پیاده سازی بکنیم تا شما قابلیت و انعطاف پذیری بسیار بالای زبان STL رو در سیماتیک منیجر ببینید که به چه صورت خواهد بود. بعد در ادامه حالا توابع دیگه مثل شیف رجیستر و اینا رو هم داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم. توی تایمرها هم شما
حالا اینطور نیست که از همه تایمرها مثلا بیان استفاده کنید، چون تعدادشون حالا زیاد هستش، یه مقدار این که کدوم کجا میتونه مناسب باشه یه مقدار براتون شاید حالا تفکیکش سخت باشه. شما اگر با یه تایمر میتونین کار بکنید و اون چیزی که مد نظرتون هست رو، خروجی که مد نظرتون هست رو به شما میده، میتونه با همون تایمر استفاده کنید. مثلا مثال میزنم، شما به جای پالس تایمر یا آف دیلی از همون آن دیلی میتونید استفاده بکنید. مثلا میخواد یه کاری رو الان انجام بده، شما وقتی فعال میکنین تایمر میخواد انجام بده یه کاری هم بعد از اینکه زمانش تموم شد، میتونید از همون به جای آف دیلی یا تایمر پالس میتونین همون پایه انیبل رو که فعال کردین با آن دیلی این کار انجام بدین. به محض فعال کردن یه خروجی مثلا بیاد ست بشه، زمانش که تمام شد تایمر خروجی داد، میتونیم اون خروجی رو ریست کنه. یعنی دقیقا کاری که مثلا پالس یا آف دیلی تایمر انجام میدن رو شما میتونید با آن دیلی بیاین و شبیه سازی بکنین. حتما لازم نیست که از همه یه تایمرها بیاین استفاده بکنین، شما میتونید یک مثلا دارم میگم، شما آن دیلی تایمر خب به تبع به لبه پالس یا لبه با لبه نمیتونه کار بکنه، شما ورودیشو که فعال بکنید و بعد غیر فعال بکنید اون تایمر از کار میفته. خب شما میتونید زمانی که یه شستی رو مثلا اینجا آیه 0 و 0 فعال کردین، میتونید یه مموری رو فعال بکنید، اون مموری بشه انیبل یا پایه ست تایمر آن دیلی شما، که وقتی که شستی شما غیر فعال شد اون مموری همچنان فعال بمونه، بیاد اون تایمر رو کارشو به اصطلاح زمان لودش رو انجام بده. پس میبینید که با بازی کردن ست و ریست و اینا شما میتونی یه تایمر رو تبدیل کنی به یه تایمر دیگه. و عرض کردم این بستگی به راحتی شما داره، به این که با کدوم تایمر یا با چه روش برنامه‌نویسی راحت تر هستین، که حالا ما سعی میکنیم از این تایمرها، کانترها، ست، ریست و بقیه مواردی که حالا اینجا توضیح داده شد در برنامه‌های آموزشی و در مثال هایی بیایم ازشون استفاده بکنیم، تا شما کاربرد این بلوک های برنامه‌نویسی رو بهتر متوجه بشید. پیروز باشید.